کردن صورت مسئله. این تنها کاری بود که از دست مسئولان شهرداری در قبال قشر زحمتکش جامعه برآمد. 80 90 نفر کارگرن که این نایه کار میکردن، الان اون شرکت هنوز پاورجای ولی ما رو بیرون کرده، اخراج کرده، اصلا با ما تصفیه صاحب هم نکرده. ماجرا از اونجا شروع شد که گروهی از کارکنان شهرداری از پرداخت نشدن چند ماهه حقوق و بیمه خود گلایه داشتند. مشکل ما الان 3 ساله شرکت جمع شده رفته به ما یک چیک کاغذ داده، میگه که نقد میشه و نقد میشه. این یه دمستانداری میایی فرمانداری رفتیم، شورای شهر رفتیم، یکی به ما جواب نمیده. برز 7 و 6 و 8 من با شرکت کار کردم، پول ما رو خورد و رفتم. الان کسی جوابگو نیست، نه اداره کار، نه هیچ ارگانی. قبلا که شما اومدیم واسه پیگیری کار ما که ما اومدیم صحبت کردیم، به ما گفتم مشکل شما حل میشه، ولی بعدش که شما رفتیم مشکل ما حل نشد. الان ما رو اخراجم کردم، ما گفتم آقا ما تسویه بده داخل شما که نمیخواد کار کنید، میگه ما قرارداد نداریم به شما تسویه بدیم. ما امروز هم خود دوستان رو نماینده هاشون رو خواستیم پیگیر هستیم که مشکلاتشون برطرف شه. انشالله که موضوع رو سعی میکنیم ظرف همین 2-3 روز مشکلشون برطرف شه. این حرف فقط در حد یک ادعا باقی موند و قسمت دردناک مسئله از کار بیکار شدن این افراد بود. ما برای پیگیری مشکل این مردم با آقای کیخان معاون امور مالی و اقتصادی شهرداری مرکز تماس گرفتیم، اما پاسخی ندادند. حقوقی که به ما میدن علل حساب میدن و ما هم کرانشین هستیم. الان نمیتونیم بر بچه ها دفتری، کیپ، کتاب، چیزی، ایتر وسیله های چیزی بخریم. ما که کارگران ثابت منطقه هستیم، تو زایدان داریم کار میکنیم. و چی شرکت بر ما میارن از شهرستان، از مشهد، مثلا از جای دیگه، و چی خود شهرداری با ما قرارداد نمیبنده. و اما بیکار کردن این قشر در قوانین اداره کار چگونه پیگیری می شود؟ نگذارن که حقوق و مزایا و بیمه کارگران معوق میشه. چنانچه معوق شد، چنانچه شرکت خدماتی متخلف شد و تخلفی انجام داد، بایستی بر اساس قانون گزارش رو بدن به ما. ما هم یک کمیته داریم تحت عنوان کمیته بررسی صلاحیت شرکت های خدماتی. ما تخلفات اون شرکت رو بررسی میکنیم. اگر تخلفات شرکت مورد باشه، بر اساس قوانین و مقررات حقوق و مزایا رو پرداخت نکرده باشه، ما میاریم شرکت رو لغو صلاحیتش میکنیم. اونهایی که بدون دلیل موجه قطع رابطه شدن، حتما بازگشت به کار اون کارگران عزیز رو صادر خواهیم کرد و به این تذکر رو میدیم به اون شرکت های خدماتی. چنانچه شکوائیه های رو به قول من 5 تا شکوائیه منجر به حکم محکومیت رو داشته باشن در مورد حل اختلاف، ما اونها را از 6 ماه تا 1 سال بر اساس نظر کمیته استانی حتما لغو صلاحیت میکنه. بایستی قرارداد شرکت خدماتی با اون کارگر قرارداد 1 ساله باشه، کمتر از اون نمیتونه قرارداد ببنده، چون بر اساس ماده 21 قانون کار بدون دلیل هم نمیتونه قطع رابطه بکنه.